کتابیه؟ قصه سیندرلا. What is Cinderella؟ شبی که این باید بره عروسی شاهزاده و هیچی نداره، زن پدرم تو زیر زمین حبسش کرده، یه مش ظرف کثیف داده این به سابه، ناگهان از پنجره زیر زمین مادرش، سول مادرش، نور مادرش میاد تو و بهش اون کالسکه زرین رو میده، اون لباسا رو میده، اون کفشا رو میده، بعد میگه که برو، که میره و قلب شاهزاده رو کپچر میکنه. یعنی سامها ما تندنسی داریم به میراکل، به یه نیروی که یهو یه مشکلی رو به آسان‌ترین شکل و most fascinating شکل حل بکنه. حالا من چرا دارم اینا رو اشاره میکنم؟ برای اینکه بعد باید برگردیم توی مغز که چرا این اتفاق میفته. آیا تفاوتی هست بین داستان‌های سمبولیک معناهای خاصی رو احتمالاً زنفی باشه و خرافات؟ من بذارید اول شما رو بفهمم. آیا تفاوتی هست بین قصه های سمبولیک و خرافات؟ خب شما چرا فکر میکنی که جاروی حد هری پاتر با اسفندی که من و شما دود میکنیم فرق داره؟ بله، حالا رستم هم جالبه که مثلا چرا در فرهنگ های قدیم، در فرهنگ های کهن ما همیشه یه پهلوان داریم که اگرچه حداقل تو ایران پهلوان اگرچه به پادشاه خیانت نمیکنه و مواظب پادشاهه، اما همیشه کرکتش میکنه. تو اپینین من پهلوان ما ایرانی ها نیروی ملیه، نیروی مردمیه که نمیخواد پادشاه هرکه از دست بده ولی میخواد کرکتش کنه، ولی پادشاه کل شرق میخواد بتازونه. من طرف اونجایی صحبت کردم، یوسف در چاه و بعد حاضر شده حضور پرکنشه ها، این میتونه مذهبی سمبولیک باشه یا میتونه خرافات باشه؟ این بار دیم شده. من ببینید، من معنی وبستر رو گرفتم. معنی وبستر اینجا گفتم وسطون، در نگفتم، شاید اون هفته گفتم، در لغتنامه انگلیسی وبستر میگه ایمان یا رفتاری که ناشی از غفلت، ترس از ناشناخته یا درک غلطی از علیت باشه یا افسانه‌ای که جنبه به اصطلاح هیلینگ یا تراپیوتیک واسه ما داره. خب اسلیپینگ بیوتی زن شیطان جادوگر سیب مسموم میده، میره تو خواب، اما شاهزاده باید بیاد ماچش کنه تا از خواب بیدار شه. بنابراین یک جور مرموزی مثل اینکه انسان هلپلس با نیروهای شیطانی داره مبارزه میکنه، که به خصوص جمله‌ای رو که میگه اینه که کشش به خرافات و سحر. حالا میگم این جمله از کیه؟ از لوی استراسه. میگه کشش به خرافات و سحر و جادو امروز هم در همه جهان پرجاذبه است. شایدم علتش اینه که زندگی فلیور غیر دو تا چهار تایی میده. ما هر چیزی رو که بهش علاقه داریم، هر چیزی رو که کشش داریم، هر چیزی رو که بین ما دووم میاره، باید بگیم یه دلیلی تو مخ ما داره که این مونده. دو بفهم. خرافات با سحر و جادو. بله، اونم یه خرافه است. من براتون حالا یه قصه رو تعریف کنم، خیلی جالبه. حدود 3 یا 4 سال پیش من یک کلاینتی داشتم در لس آنجلس که خیلی حالش بد و مضطرب بود، چون شوهرش خیلی علاقمند بود بهش. بعد شوهرش با یه دختر خانم سکرتری که باهاش سفرم میکرد و اینا، از نظر کاری یه هنکی پنکی بیزنس بینشون به وجود اومده بود. بعد خانم اونجوری که با من حرف میزد میگفتش که اصلا شوهر من انگار
این جادو کرد سر تو خونه میاد ماته، این عاشق دوتا بچه های ما بود، ولی بچه ها میان باش حرف بزنن تمپر داره، هی میخواد تلفنشو برداره بدو بره یه گوشه، اصلا یعنی تو همون مرحله عشق دوپامینی احتمالا بود و اینا. و بعد پیش من میومد حالا حرف میزد، بعد لابد دید که من خیلی موثر نیستم، چون هی من گفتم خب what's going on, what do you think, از چی میترسی از فلان اینا. بعد یه روزی به من گفتش که دکتر فرمودی بهم نخندا، من یکی از دوستان بهم گفت این هر کی هست یه جادو کرده، و بعدش به من یه نفری رو معرفی کرد که اون آدم به من گفت یه دونه پیرنی که شوهر پوشیده با یه دونه عکسش، بعد با یه چیزی دیگه الان یادم نیست، اینا رو وردار بیار پیش من تا دو ماه دیگه شوهرتو میندازم به پات. بعد گفتش که چی فکر میکنی اینا؟ من فلان اینا گفتم والا من نمیدونم، هرچی به تو کمک کنه برای من اوکیه. حالا قرص ضد انگزایتیه، بعد assertive conversationه که بشین به شوهرت بگی what's going on و بری پرسو کنی، اون زن رو کانفرانت کنی، هر که گفت نه 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 این بدتر میکنم اینو اینو، به هر حال. بعد رفت پیش اون آدمی که تو گلندل بهش جا دادن، حالا آدرس از من نپرسین، من رفت با من بلد نیستم، رفت گلندل اینا. بعد دفعه بعدش که اومد پیش من گفت دکتر فرمودی خواهش میکنم I pay for your hours، شما فقط بیا ببین این که میگی این چیزا باور نکرده خلاصه. من قرار گذاشتم باهاش، گفتم بعد از ساعت کارم پنج بیا دنبالم که من تا دو ساعت دیگه خب برستم برگردم یا خونه. اینو پنج پنج باهاش رفتم، باهاش رفتم تو گلنده یه جاهایی رفت و فلان اینا، و یه خانمی اونجا نشسته بوده. اینو من اول فکر کردم چون گلندل ارومنه هستن، بعد رفتیم نه یه خانم مسلمان درمنی هم نبود. بعد من گفتم که من میشینم یه کنار اینا، من اول که رفتم کنار این خانم ازش پرسید که این کیت و اینا، اونم گفت خواهرم. ما نشستیم کنار ببینیم معجزات این سرکار علیه چیه. کارایی که کرد من برام خیلی آموزشی بود که نگاه کنم. اولا یه دونه پارچه بود روش اینجوری مثل طاق نصرت، بعد روش عربی نوشته بودن یه چیزایی و اینا، بعد هر کدوم اینا فیش جداگانه بود. این اسمش قلعه چی؟ قلعه چی؟ قلعه آلیاس، قلعه یاسین. این اسمش قلعه یاسین بود. بعد قلعه یاسین $200 اینا بلدن، داره بعد الان بپرسی کی خرافاتی هم میگن؟ ما نه، گوش کنید حالا. بعد این $200 قلعه یاسین بود. اون وقت خب این خانوم رفت، اونم از مرا اینجوری کرد و اینا نزدیم در رفت اون برا، بعد گفت دوباره بیا و حالا این برای شما چی کنه و اون برای شما چی کنه. این خانوم هم بنده خدا کرد. بعد یه دونه ظرفی رو گذاشته بود رو آتیش، این چیز شده بود و داغ شده بود و اینا، بعد یه چیزی مثل سرکه و اینا ریخت تو این. اون وقت بعد یه هایی گفت واو گرفتمش. حالا من هم کنار نشسته بودم، بعد دیگه گرفتمش و اینا، بعد میبینی. بعد من خواستم از دور مثلا نگاه کنم، ولی که دیگه فکر کردم مثلا ممکنه فکر کنه بیزنسش لطمه‌دار میشه و اینا، من بلند نشدم. ولی این خانم هم گفت آره شکلی پنجه است، گفت آها همین پنجه است، گرفتمش این هم هست. بعد یه دونه عروسک بود، عروسک موقعی که بود من یکی واقعا ترسیدم، باور کن عروسکش ترسناک بود، یه چیز انقدری قلمبه بود. بعد اینا بعد تمه این عروسک سنجاق قفلی چسبیده بود و سنجاق قفلی بود و اینا.